واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. حسن يوسف دم عیسی ید بیزا داری، حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری، آنچه خوبان همه دارن ای محمد تو تنها داری. بلغت علا بکماله کشفت دجا به جماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله و اصحابه. درود هم رو هم ختم میکنیم. اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. حضور همه نمازگزاران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کم کم به آستانه دوازدهم ربیع الاول نزدیک میشیم. در مقدمه این روز تاریخی، روز تحول آفرین در جهان هستی، به تعبیری روز ولادت منجی عالم بشریت، جناب سردار و سرور انبیا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هرچند در ارتباط به تولد پیغمبر علیه السلام به این روز اختلاف دیدگاه بین مورخین و تاریخ نویسان وجود دارد، اما در قسمت وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در این روز صورت گرفته اتفاق و نظر هست. به هر صورت از جانب میشه این روز روز پرشور و نشاط برای امت مسلمه قرار بگیره، که در این روز فضای تاریک مکه با تولد رسول الله علیه السلام روشن میگرده. از جانب میشه که یک غم جانکاه برای امت اسلامی باشه که در این روز با تفاوت 63 سال روز رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سفر اخروی جناب حبیب خدا و محبوب دلهای من و شما می باشیم. عزیزان گرامی، در این روزها بهانه ایجاد بکنیم برای مطالعه سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بین گوشه های از سیرت
نبی کریم علیه السلام را بخوانیم و درک بکنیم که زندگی در اسلام به چه معنا هست. همان رسولی که شب و روز با شعارهای متعدد میگیم سر و جانم فدایت یا رسول الله، همان پیامبری که حاضرین در راه او و در مسیری که او به ما هدیه آورد جانهامون رو فدا بکنیم، بیم کمی از سیرت و شخصیت او بزرگ مرد برای خود معلومات بگیریم. و به اینم تنها اکتفا نمیشه که یک روز جمعه داریم 10-15 دقیقه در ارتباط صحبت خواهد شد. بیم خود ما وارد بشیم و خود را انشاءالله با مطالعه خود، با تحقیق خود، با شناخت که از لابلای کتابهای سیرت میتونیم از رسول الله علیه السلام به دست بیاریم، با این مسیر انشاءالله دستاوردهای خوبی در زندگی نصیب خود بسازیم. در اینکه پیغمبر علیه السلام تولد میشند، دوران کودکی را سپری میکنند و نوجوان میشند و جوانی تا به نبوت و بعثت فرستاده میشند و پیغمبر خدا میگردند، اینا نکات ابتدایی در زندگی رسول الله علیه السلام هست و ما شما را حواله میدم برای مطالعه بکنیم، چون بحث گسترده هست و در این دقایق کم نمیشه اینا مورد تبصره داد. اما چیزی که از زندگی رسول الله علیه السلام برای ماها میتونه مفید باشه، پیامهایی که از این زندگی 63 ساله رسول الله علیه السلام میگیریم، درسها و عبرتها و پندهایی که ما میتونیم استفاده بکنیم، انشاءالله تا این دو جمعه، این جمعه که در شما فعلا به حضور شما قرار داریم و اگر حیات و زندگی باقی بود در جمعه که پیش رو هست، انشاءالله گوشه های از این پند و اندرز ها و ویژگی های زندگی رسول الله علیه السلام با هم مرور میکنم. امروز فقط روی درس ها و اندرز های که از زندگی رسول الله علیه السلام در بخش های متفاوت و متعدد از زندگی ما باید بگیریم سیری خواهیم داشت. ابتدا در بخش عبادت، رسول الله علیه السلام یک بنده از بنده های دوست داشتنی الله تعالی هستند که دوست داشتن با الله همیشه خط ارتباط داشته باشند. هرچند هنوز به پیغمبری مبعوث نشده بودند، دوست داشتن با الله خلوت بکنند، در گوشه های بنشینند و راز و نیاز و مناجات مطابق به دین و ملت ابراهیم خلیل با پروردگارشان داشته باشند. شما نمونه او را در غار حرا جستجو می کنید. خواهم رسول الله علیه السلام می فرماید مبارک قبل از اینکه به پیغمبری مبعوث بشن گاه توشه با خود می گرفت و در حد 2-3 شب می رفت در درون غار در دل یک کوه به نام کوه حرا یا غار حرا، در آنجا شب و روز خود با الله تعالی وصل بود و به راز و نیاز و مناجات به الله تعالی روزگار خود سپری می کرد، تا اینکه در این وضع در شب درون این غار قرار دارند که یک فرد ناشناس وارد غار میشه و مبارک را به آغوش میگیره و میفشاره، میگه اقرا یا محمد، بخوان ای محمد. رسول الله علیه الصلاه و السلام در جوابش میگن ما انا بقاره، من خواننده نیستم. بار دیگر محکم میفشاره، میگه اقرا یا محمد، بخوان ای محمد.
رسول الله علیه الصلاة والسلام که ترس رو پای اونها را فرا گرفته و با این دل ورم افتادم این چی کسی خواهد بود و چی میخواهد از من، باز همان پاسخ اولی را دادم: ما انا بقارد، خواندن بلد نیستم. باز میفشاره: اقرا، بخوان. رسول الله علیه الصلاة والسلام بر مرتبه سوم هم میگویند: من نمیتونم چیزی بخوانم. او بار اخیر رسول الله علیه الصلاة والسلام میفشاره و آیات ابتدایی سوره مبارکه اقرا را گوش رسول الله علیه السلام میخوان: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگاری که او آفریدگار جهان هست، او خلق کرده، آفریده. ای آیات ابتدایی بر رسول الله علیه السلام نازل میشه و این شروع یک پیام جدید و یک تحول عظیم است که امروز ما در جهان او را میبینیم که الحمدلله جرقه و برق و نور تابان او در گوشه گوشه جهان امروز دیده میشه و مشاهده میشه. و امروز او پیام ما در دل اروپا و آمریکا صدای اون پیام بلنده و الحمدلله میلیاردها فرد با پیروی از این پیام امروز خانه های دل خود درخشان و روشن ساختند. پس پیامی که ما از زندگی رسول الله علیه السلام در باب عبادت میگیریم که تعلق ما به الله بیشتر باشه، وابستگی ما به الله زیاد باشه و خود را بتونیم با الله خود در ارتباط برقرار کنیم. بعد از اینکه پیغمبر علیه السلام به بعثت و پیغمبری فرستاده میشن، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرماید رسول الله علیه السلام لحظاتی که به نماز استاد می شدن در دل شب چون نماز طولانی می خواندن، چون با اخلاص و با درد و با سوز و گداز به نماز می ایستادن که پاهای مبارک آماس می کرد، ورم می کرد. میگه از دل سوزی شب به رسول الله علیه السلام گفتم: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما فرد هستین که الله تعالی گناهان شما را عفو کرده، اصلا شما را معصوم قرار داده، نه گناه میکنید و نه گناه کردید، شما چرا این همه سر خود فشار می آورید؟ رسول الله علیه الصلاه و السلام رو به عایشه صدیقه میکنن، میگن: افلا اکون عبدا شکورا، آیا ما از بنده های شکرگزار الله نباشم؟ اینقدر دل اونها وابسته به عبادت الله تعالی هست. در قسمت روزه هایی که رسول الله علیه السلام برای الله تعالی میگیرن که امروز برای من و شما هم سنت شده، دوشنبه ها و پنجشنبه ها از هر هفته و در ما سه روز ایام بیز به او میگن، روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه پیغمبر علیه السلام با روزه سفری میکردن و این تعلق و وابستگی رسول الله علیه السلام در بخش عبادت بود که من و شما هم باید از او بزرگ مرد تاریخ درس بگیریم، من حیث پیرو رسول الله علیه السلام، من حیث امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیان که این درس در زندگی خود تطبیق بکنیم، بیان یک بنده عابد برای الله قرار بگیریم. شب و روز از دست ما میره، نماز ها ما قضا نشه، عبادت ما تعطیل نشه، فرائض ما ضایع نشه، نوافل کوشش بکنیم در زندگی خود پر رنگ بسازیم، به فرائض که الله تعالی به عهده ما گذاشته پایبند بشیم. ما من ایسا شاگرد مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیم که آموزه ها را انشاءالله در زندگی خود و در مسیر راه
عمرمان پیاده بسازیم. در بخش معاملات رسول الله علیه السلام بر ما یک الگوی تمام عیار هستند. اکثر من و شما، بلکه همه من و شما در بازار و کسب و کار و اهل کسب و کار هستیم. آیا تا حال دقت کردیم که باید کسب و کار ما مطابق به چی روشی باشه؟ از کی باید در این زمین الگو برداری بکنم؟ من به نیست یک دکاندار از چی کسی باید در دکانداری خود الگو بگیرم؟ من حیث یک تاجر در تجارت خود اخلاق چی کسی را باید ما الگو قرار بدم؟ رسول الله علیه الصلاه و السلام در این زمینه برای ما الگوی تمام عیار هستند. شما ببینید زمانی که در کاروان تجارتی خدیجه که هنوز با او ازدواج نکردن و او یکی از زنان سردمدار و پولدار و تاجر مکه، وقتی در کاروان او به حیث کارگر اشتراک میکنند، در صحبت کردنشان اخلاق، در داد و ستدشان اخلاق دیده میشه، چنان این اخلاق و صداقت و امانتداری رسول الله علیه السلام در تجارت و کاروبارشان مردم را شیفته خود می سازه که می آیند به صاحب و کاروان تجارتی، یعنی به خدیجه، از اخلاق رسول الله علیه السلام یاد می کنند. چی کسی که تو آوردی در کاروان تجارتی خود کارگر گرفتی؟ چه اخلاق زیبای داره؟ چه رابطه نیکی با مشتری ها داره؟ چه امانتدار خوبی هست؟ چه صداقت زیبای در تجارت و معامله خدا داره؟ دروغ اصلا در تجارت و در معامله او وجود نداره. قسم ناحق نمیخوره و بالاخره رذایل اخلاقی اصلا در یادم دیده نمیشه. این تعریف و توصیف ها و این گفتگوها از اخلاق و صداقت و امانتداری حضرت رسول الله علیه السلام چنان خدیجه را انگیزه می بخشه که میای پیشنهاد ازدواج با رسول الله صلی الله علیه وسلم میده. او زنی بود که صدها خواستگار از قشر تاجر مکه داشت ولی رد میکرد. خودش میایه پیشنهاد ازدواج با یک کارگر دست خالی مکه، با یک جوان یتیم مکه، با یک جوانی که از لحاظ شخصیتی یتیم هست و کسر نداره و مادر و پدر در خانه نداره، میای پیشنهاد ازدواج رو او میده. از تاجر مسلمان، دکاندار مسلمان، معاملگر مسلمان، بیا در این عرصه از این شخصیت الگو برداری بکن. آیا امروز بازار معاملات ما من حیث رهروان این شخصیت، من حیث پیروان این شخصیت، من حیث امتی این شخصیت، بازار معاملات ما چنین هست که صادقانه جنس خود به مردم بفروشیم، از روی دلسوزی بدون فریب و خیانت تجارت بکنیم، که متاسفانه دیده میشه خیلی ها با وجودی که میگه امت محمد هستم، با وجودی که میگه اشهد ان محمد رسول الله، با وجودی که وضو میگیره نماز میخوانه، باز هم متاسفانه در عرصه معاملات با معامله بسیار اندک چقدر دروغ را جابجا میکنه، چقدر فریبکاری و خیانت پیشگی را در اون معامله جابجا میکنه، چقدر نیرنگ و کلاهبرداری را در اون معامله جابجا میکنه. ما بیاییم من حیث پیرو رسول الله علیه السلام معامله خود از رسول الله الگو برداری بکنیم، در اخلاق و تعامل نیکی که با مردم دارم. رسول الله علیه السلام از ابتدای زندگی تا انتهای زندگی چنان یک اخلاق زیبا، برخورد زیبا، تعامل خوب با مردم دارند. هر کس چند دقیقه با رسول الله علیه السلام میشینه صحبت میکنه، یک تصور به او پیدا میشه که گویا رسول الله علیه السلام من از همه افراد دیگه بیشتر دوست دارم. بسیار با پیشانی باز، اخلاق کریمانه، لب پرتبسم
با برادران و مسلمان خود ملاقات میکنن و خوب به حرفهای هر کسی که با اونا صحبت میکنه گوش میدن، با تواضع و فروتنی با اونا تعامل میکنن، تعامل در داخل خانه، تعامل با بزرگترها، تعامل با افراد کوچک خانه، تعامل با فرزندان. اینا رو بیاییم ما از سیرت رسول الله علیه السلام مشاهده بکنیم، یاد بگیریم، درس بگیریم و پند بگیریم، زندگی خود در این عرصه انشاءالله پر رنگ بسازیم. رسول الله علیه السلام می فرمایند انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جز این نیست من فرستاده شدم تا ارزش های اخلاقی را تکمیل بسازم، تا مردم را به ارزش های اخلاقی وابسته بگردانم، به مردم درس اخلاق بدم، درس خوب زندگی کردن بدم، مردم را متوجه زندگی هایشان بسازم. با پدر و مادر خود چی نوع برخورد داشته باشیم، با همسر خود داخل خانه چی تعامل داشته باشیم. رسول الله علیه السلام در لحظات اخیر زندگی، زمانی که مریضی بر اونها فشار وارد میکنه و خودشان سر پای استادا نمیتونن، به افراد نزدیک خود میگن شانه های مر بگیرین و مر بدم دروازه یا پنجره خانه بالا بکنیم. رسول الله علیه السلام در کنار اون پنجره که داخل مسجد النبی باز میشد بالا میکنن، یک پرده هست، پرده رو با دست مبارک کنار میزنن، صحابه خود در حال اقامه نماز میبینن که همه صف کشیدن میخواهن نماز برپا بدارن، صدا میزنن سر سربازها، میگن ای شاگردانم، ای دوستانم، شما در دو چیز توصیه میکنم. آخرین نصیحت های رسول الله علیه السلام در آخرین لحظات زندگیشان هست، الصلاة و ما ملکت ایمانکم، یک نماز را هیچ وقت فراموش نکنید، متوجه نمازتان باشید، متوجه وقت نمازتان باشید، نشه که خدای نخواسته این نماز بین شما بی ارزش بشه، نشه که خدای نخواسته در قسمت نماز سستی و تنبلی و کسالت داشته باشید. و دوم نکته شما را توصیه میکنم که در حق خانمهایتان، در حق اون کنیزهایی که الله در اختیارتان قرار داده به نیکی رفتار بکنید، اونها را با محبت و صمیمیت و خوبی با اونها زندگی بکنید و در حق اونها ظلم و ستم روا ندارید. عزیزان گرامی، امیدوارم که الله تعالی ای عزت را نصیب همه من و شما بسازه، برای ما توفیق بده تا از لحظه لحظه زندگی رسول الله علیه السلام ما الگو برداری بکنیم و در زندگی ها من استفاده بکنیم. رسول الله علیه السلام در عرصه سیاست مداری یک اخلاق بسیار نیکو، روش پسندیده، سیاست مدار دانا و آگاهی هستند که برای ما میشه در عرصه سیاست خود برای قسمتهای سیاسی سیرت رسول الله علیه السلام مطالعه بکنیم، تا بتونیم مرکزیت خوبی برای اسلام انشاءالله ایجاد بسازیم. برخورد و تعامل ما با رعیت ما چگونه باشه، این اخلاق رو بریم از رسول الله علیه السلام یاد بگیریم، رفتار ما در برابر زیر دستان ما چگونه باشه، این اخلاق رو بریم از زندگی رسول الله علیه السلام بیاموزیم، تا انشاءالله سیاست مداران به صورت واقعی پیرو رسول الله علیه السلام باشیم و مرکزیت اسلام را انشاءالله رشد بدیم، توسعه بدیم، تا دیگه مردم هم گروه گروه بیاین پس از اخلاق ما، از رفتار ما، از تعامل نیک ما الگو بگیرن و وارد دریچه اسلام بگردن. در رهبری خود رسول الله علیه السلام رهبریت زیبایی داشتن. شما زمانی که در غزوه ها به حیث قمندان جنگی جلو میشن و سربازان پشت سر اونا حرکت میکنن، شما میبینیم که چقدر رسول الله علیه السلام میتونن الگوی تمام عیار برای ماها در زمینه باشن. رسول الله علیه السلام وقتی که بحث جهاد و مبارزه به میان میایه، این است که در خانه خود بنشینن، برو حذیفه تو جنگ بکن، برو عمر تو جهاد بکن، برو اسامه تو جهاد بکن، باشه که من در امن و امنیت شیشته باشم، نه دو تا لباس زره میپوشم، شمشیر میگیرم، جلو میشم
بیایم حالا و دنبال ما که میریم به جهاد میریم. این رهبری درست در غزوات رسول الله علیه الصلاه و السلام بیایم ما الگو برداری بکنیم، نه مثل رهبرهای خیالی امروزی که متاسفانه از نام رهبر سوء استفاده میکنند، از نام مبارک رهبر سوء استفاده کرده در قلک ها میخزند، در خانه های سنگی داخل میشن، کوچه های اطراف خود را همه بند میکنن، بعد فرزندان امت اسلامی انگیزه میدن برو تو کشته باشو، برو تو تکه تکه باشو، برو باز ما به فیسبوک نوشته میکنیم جوان دلیر و شجاع و فلان و فلان، و باز ما تو تعریف میکنیم و توصیف میکنیم. نه رسول الله علیه السلام بیاییم در این صحنه ما یک بار بزن بیاوریم، در کل غزوات خود مبارک به جلو و سربازان اونها دنبال اونها روان هستند. امیدوارم که الله برای ما توفیق عمل نصیب بکنه و ان شاء الله ادامه ای بحث در جمعه آینده خدمت شماها خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.